سلام به ویدیوی دیگه خیلی خیلی خوش اومد دوستان به روز نهایی مسابقات کلش رویالیک به عنوان کالالاس کاپ که اگه یادتون باشه دو سه روز پیش براتون پارت در واقع دومش دو گذاشته داشته بودم این یکی پارت سوم بچا در برابر فرکان عرب, عرب, عرب چی عرب جی نه جی یکی از بهترینای ترکیب رویال جوینت بچه توی تاپ لدر من همیشه یادم بود که با رویال جوینت اشک خیلی رو در می اومد بچه‌ها ما توی روز سوم توی لوور براکت از یه نفت دو هفت تو مرحله نهایی و روز آخر مسابقات کلش رویالی هستیم که قراره که با هم دیگه این ویدیو رو داشته باشیم ادامه کار و ترکیب ها گرایدر دقیقا همون ترکیبی که تو ویدیوی دو سه روز پیش براتون گذاشته بودم یا یکی دو روز دو سه روز چون نمیدونم این ویدیو رو با قبل کی بذارم چون ترافیک ویدیو ها بسیار بالاست شاید این ویدیو رو شما دارید سه شنبه نگاه میکنید ولی به هر حال دوستان اگه ویدیو یک شنبه مون نگاه کرده باشید که پارت دوم مسابقات کلش به عنوان کالالاس بود دقیقا با همین ترکیب بود که محمد لایت شکست داد و توی لور برکت محمد لایت حذف شد و اینجا بچا مشخصا داریم نگاه میکنیم که با همین ترکیب جلوی فرکان عربجی با ترکیب جاینت گرای ویاد داره عالی عمل میکنی عملکرد بی‌نظیر هر کی داره یه نفت و نفت و, و کچ میکنه به نظر من یکی از بهترین کچ کوچه... کوچینگ هایی هستش که ممکنه توی کلش به این نفر داده بشه چون هر باری که من از یه هفته توی این یه هفت توی این مسابقات در واقع بطل چیزی دیدم دیدم که آقا نسبت به حریفش صد هیچ شده توی مچاب ها و عنوان ترکیب هایی که میتونه انتخاب بکنه و به هر صورت ما داریم مشاهده میکنیم این مچاب دوه مچاب متاسفانه مچاب اول رو ما ندیدیم حالا اگه این مچ با پیروزی یه تموم بشه و دیگه ما مچاپی از فورکان عربجی و یه نبودیم به این معنیه که مچاپ قبلی رو یه برده اگه فورکان برده باشه و این نفر رو یه نمیتونه ببری و یه مچ دیگه با هم دیگه ببینیم یعنی یک بوده پس خیلی راحته دو تا راه بیشتر نداره و اگه یه این بتل رو ببره میره مرحله نهایی ارزم به خدمت گرامی شما مسابقات کالالاس توی لوبر برکت و منتظر میمونه برای اپر برکت تا بازی ها انجام بشه دوستان اگه بشه براتون حتما رس با رسم شکل توزی میدم که چطوری داره انجام میشه این مسابقات یا لیست براتون میارم که ببینید پلیر هاشون okay. اوکی 5 ثانیه 4 ثانیه و تمام اولین یا همون دومین دیگه برای ما اولین ولی خب برای این تورنامز دومی مچاپ یه دو هفت به اتمام رسید همطور که مشاهده میکنید این بخش از بازی گراند فاینال بله بچه ها روز آخر که فورکان عربجی همونی که روی لباسش جی ای نوشته است و پدرهای دیگه این سمت چپیه ایکس علیه لوکاس اکس گیمر و تا خب منتظریم اگه بچه هانا تو ترافیک بسیار بسیار شدید ویدیوها هستیم دوشنبه من براتون کلی ویدیو خفن براتون گذاشتم مطمئنم الان یک شنبه است ولی دوشنبه را من مطمئنم ویدیوهای خفنی دیدید و لذت رو بردید و نمیدونم یک ساعت آخر سیزن چه اتفاقی قرار براش بیفته ولی چیزی که الان مشخصه ببینید دیگه فریزر که نفر 7 بیشتر هشتمه م لیست مونر رنک 22 دنیاست دیگه در این حد ویدیو فرد فردایی که میخوام بگیرم و شما دوشنبه دیدید بالاست به یه نفت و دفت فکر نمی کنم بتل بره حالا مطمئنا مطمئن منتظر میمونم تا ببینم چی میشه چون بین هر بتل بیشتر از 60 ثانیه مهلت ندارن تا بخوان صبر بکنن فکر میکنم دیگه تمام یه نفت و دو اولش تو گرند فاینال تو روز آخر کلش رویال لیگ به عنوان کالالاس تحت عنوان کالالاس مثل اینکه دو هیچ فرکان عربجی رو شکست داده منتظر باشید تا راند بعدی شروع بشه خب دوستان مشاهده میکنید براتون در واقع لاین اپ لوزر برکت رو آوردم همونطور که مشاهده میکنید توی ال بی ار سمت چپ ایکس علیو رو داشتیم در برابر بن که ایکس ادی برنده این مچ شد اون لورد سبی که مشاهده میکنید از آپر براکت سقوط کرده به لور براکت اینجا هم ادی شکستش داد و لوکاس این طرف خفت در, در واقع خیر علی رو گرفت و اینجا اومد بالا و اینجا بچه الان ما منتظریم تا آپر یه نفر تو مرحله نیمه نهایی لوز بده و بخوره به یه نفت و دو هفت و دیگه برنده مچاپ lbr 4 یا همون راند چهار منظورشه میره برای LB راند پنج و اونجا یه مچه دیگه انجام بشه دیگه ما فینال لوزر برکت رو داریم LB هم همون لوزر برکت میشه بچه منظورش لوزر برکته و روندی که هر دو یعنی لوکاس و یه نفت برای اینکه به ال بیر راند چهار برسن رو مشاهده میکنید پلیرای فوق خفن آکازا هم بوده که شکست خورده و آکازا دیگه باش قهرم من پاک کرده از فرنیس نمیدونم چرا و محمد لایت اینجا در واقع شکست خورد از یه سمبوساتو ساتو رو دیروز شکست داد البته برای شما شنبه بود یا یک شنبه براتون این ویدیو رو گذاشتم پس ما الان آره دیگه منتظر ببینیم چی میشه یه نفت و چه اتفاقی میتونه رقم بزنه خیلی خب دوستان همطور که مشاهده میکنید ما یه سمت چپ داریم و یه سمت راست که اینجا بچه ها آپر دیگه لوزر برکشت رو نداریم اینجا داریم یه نگاهی میدازیم به آپر برکشت این آپر برکشت که مشاهده میکنید هیچ کس آه در واقع وقتی راندای اولش داشت برگزار میشد انتظارش رو هیچ هیچ اصلاش مثلا بخواد ای جی وی یا تا یا توریس بتونه برسه به نیمه نهاییش ولی خب این اتفاق افتاده الان قراره که در واقع مچ تا و توریس انجام بشه از اون طرف هم ای جی وی و رایلی مچ رو بشه انجام بشه هر کدوم از اینا برسن به فینال دیگه خب مشخصه یه طرف فینال در واقع برگزار شده این مسابقات اینطوریه آقا اگه از سمت راست و چپ من دارم مثال میزنم مثلا ای جیوی و توریس بیان بالا بازندهشون توی اون وسط که نوشه فاینال بازندهشون با قهرمان لوور برکت مسابقه میده یه مچم اونجا میفته بچه ها. و برنده قهرمان مچاپ در واقع لوور برکت و بازنده فینال اوپر بر... میرسه به اون شخصی که یه بار اینجا قهرمان شده پس به این سادگی ها نیستش که شما فکر کنید حالا اینجا برسه مرحله بعد مثلا تا یه مشیگه بره, بره نه از این خبرها نیست این از اون مسابقاتی که بسیار بسیار طولانی و سخت واقعا پیش رفتش به هر حال اینم بوده از اپر برچت و منتظریم تا ببینیم یه نفت و هفت به کدومشون میخوره و این موضوع هم بهتون بگم الان بازنده تا و توریست قراره که بخوره به لوکاس ایکس گیمر و از اون طرف بازنده ای جی ویب و رایلی میخوره به یه نفت دو هفت که فوق العاده مچاپ خفنی میتونه باشه به هیچ عنوان ادامه کار رو دست ندید خب دوستان دیگه ماجرا داره خیلی جذاب میشه تا همین الان از توریس شکست خورد و رسید به مچاپش با لوکاس و از اون طرف بازنده مچاپ رایلی و ارزم به خدمتتون ای جی وی میخوره به یه نفت و دو هنوز خیلی کار داریم بچه ها هنوز ویدیومون تازه شروع شده هنوز شروع هم نشده ما فعلا یه مچ از فرکان عرب جی دیدیم که یه نفت و دو شکستش داد ادامه کار یکی از بهترین ویدیوهای ممکن میتونه براتون باشه حتما هم من باشید و این هم بهتون بگم قبل از اینکه بخوایم دیگه منتظر مچ رو ام باشیم اون طرف فینال فینا... فینال فینال, فینال ها دیگه آره. توی آپر برکت یه طرفش مشخص شد که توریس سلام منتظر مچاپ رایلی و ایجیوی خواهد بود و حتی اگه رایلی ایجیوی رو ببره و بیاد توریس سمت های بره بازم قهرمان نمیشه باید منتظر لور برکت باشه میگم سر خیلی درازی داره این مسابقات منتظر باشید دوستان این هم براتون نشون میدم که دیگه سوالی نمونه اینم جوایزی هستش که کالالاس <coughs> و ارزم به خدمتتون کلش رویال برای این مسابقات در نظر گرفته نفر اول 7500 یورو نفر دوم 3000 یورو سوم 1500 و ادامه رو مشاهده میکنیم پنجم تا هشتم 500 یورو و جوایز بعدی نیست نسبت به مسابقات کلش رویالی که قطعا پایینتره تره شما کلش که وقتی نگاه میکنیم 200 هزار دلار مثلا جوایزشه به هر حال به عنوان یکی از معتبرترین لیگ های کلش که واقعا بعد از سی آر 2024 این تورنمنت معتبرترینه واقعا عدد رقم خیلی خوبیه دیگه به تومن خودمون حساب بکنید خیلی عدد رقم بالایی میشه ولی اگه مثلا میخوایم به اون چیزی که اونا اون کشور رو زندگی میکنن حساب بکنیم شاید مثلا 500 دلار هزینه دو روزشون هم نشه به هر حال دارم بهتون میگم دیگه این این تورنمنت واسه ای ایرانی خیلی خوبه همیشه واسه ایرانی تورنمنتی که دلار باشه خیلی خیلی میتونه خوب باشه کاری که رولکس انجام داد به نظر من جوایزش هم فکر کنم 250 میلیون شد دیگه به نظر من خیلی خوب بود دیگه 250 میلیون میشه چقدر میشه تقریبا 1500 یورو 1500 دلار اینا برای خارجی 1500 دلار چیز خاصی نیست واقعا هزینه شاید 5 تا 10 روزش باشه واقعا این دارم بهتون میگم که واقعیه چیزی که دارم بهتون میگم با پوش سخون حس کردم که دارم بهتون میگم ولی برای ایرانی واقعا فوق العاده است همچین تورنمنت هایی بریم دوستان بریم که آماده بشیم برای مچاپ یه و هفت با بازنده نیمه نهایی لوبر آپر خیلی خوب دوستان عزیز همطور که مشاهده میکنید ای جی وی بازنده بود توی نیمه نهایی آپر براکت که در مقابل رایلی داشت دوستان رایلی یه تنه رسید به فینال اون طرف جریان در اون طرف بازی ها که الان مشاهده میکنیم دیگه یه فینال خیلی خیلی خفن بین رایلی و مرزم به خدمت گرامی شما که فکر میکنم چیز اسم شعر هم رفت توریس بچه ها توریس بین این دوتا قراره که برگزار بشه و اینجا باید ببینیم که شانس دوباره را کدومشون میتونن به دست بیارن رایلی که یه تنه رسید به فینال و این هفت و که دارید مشاهده میکنیم یه شانس دوباره داره این مچه اول دوستان عزیز همطور که میبینید تا بره سمت راست دیگه در حال افتادنه و یک بر یک بر به نفع ای جی تموم میشه این مچاب این یه نفت و دو بعد جا اول و واگذار میکنه و همونطور که مشاهده میکنید در رنگ پنج جهانم در حال حاضر هست و ادامه تورنمنت با همراه باشید قراره که مطلب دوم از بستافت روی نیمه نهایی لوزر برکت رو با هم همراه باشیم خیلی خوب عزیزان دل ما مطلب بعدی رو الان با هم دیگه خواهیم داشت از بستافت روی و مطلب دومش که یک برصف ای جی از این هفت و دو هفت تو نیمه نهایی لوزر برکت جدا افتاده و این مچ اگه هر کدومشون ببرن میرسه به فینال لوزر برکت که یا در برابر در واقع لوکاس خواهد بود آره دیگه همون لوکاس که لوکاس برد بچا برنده این مچ این مچ یا ای ام میشه یا ای جی که باید با لوکاس بازی بکنن و خب خیلی مچ خفنی میشه اون مچ من دوستان یه برنامه ای دارم که اگه این هفته دو هفت اعتمال یک درصد این الان باختش براتون یه جور هر جور شده براتون مسابقات فینال رو پوشش بدم که شما ببینید و لذت رو ببرید دوستان و میدونم که باید کار بکنم راهشو دارم یکی از فرندیستای من داره و بهش میگم که برام رکورد بکنه مچاپای رایلی یا حالا توریس رو چون هر دوش هم داره بچه ها بهش میگم برام رکورد بکنه بعد از طریق تلگرام یا توییتر چون از هر دوش باشه در ارتباطم میگم برام بفرسته بعد از اینکه فینال تموم شد و دیگه چیز شد میگم برام حتما رکورد بکنه به صورت زنده و برای من ارسال داشته باشه و خب خیلی خوب میشه اگه این اتفاق بیفته امیدواریم که ایانا افتاده افتاده این هفته دفعه ببره و کامبک بزنه توی این مسابقات ولی اگر یک درصد این اتفاق نیفتاد من براتون مسابقات فینال رو هم پوشش میدم بین هر کی میخواد باشه چون کسی که باشه در ارتباط تمام میخوام بهش بگم فرنیس خیلی یارو داره دقیقا همین فرنیسی که من دارم اونم داره تازه بیشترم داره اون پلیر فوق چون هم بگم. یه فوق العاده است نمیشه چون نمیشناسید یه سینه یا نه نمیدونم ولی بهش میگم برام برامون این کار انجام بده خیلی اتفاق خوبی میشه اگه این اتفاق بیفته فعلا که این هفته داره عالی عمل میکنه تا بر سمت چپ رو دمیج خوبی تونسته سوارات بکنه نسبت به اینکه ای جی نتونسه کار خاصی انجام بده اوکی فرصت حمله ای جی الان انجام داره میشه و دفاع خوب است یه نفت دو که توسط مرتار انجام میشه واقعا مرتار کارت فوق العاده ای برای دفاع الکترو جاینت کارتی که میتونه در واقع تا آخرین ثانیه ها امیدوار نگه داره یه نفت و دفتو. خیلی خوب دوستان دفاع خیلی خفن از ای جی وی شاهد بودیم که انجام شد واقعا دفاعش عالی بود اوکی بربر اوه 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 میخواد این بچه مطمئن باشید یعنی میخواد این کار انجام بده ها آرژیو بزنه که البته بعد از کارت های دفاعی یه نفو دفت این کار انجام نداد یه تورنادو که شاهدش هستیم جاین بعدی ایجیوی واقعا فراتر از انتظار داره عمل میکنه بچه ها این نیه ای نفت و داره اینجوری واقعا بازی میکنه خیلی عجیبه یه این هفت و دو هفته بزرگ تو این مش داره خیلی اذیت میشه بومبر ایولوشن دهنت سرویس فقط 20 ثانیه و ای جیوی اصلا فرصت نقطه الکترو جاین تو واقعا به یه نداد هیچ عنوان نداد یه مرتار تکامل یه دونه بزنه فوی یه دونه میزد بچه شاید نتیجه ایش دیگه میشد 7 ثانیه 6 ثانیه و متاسفانه یه نفت دو هفت تو نیمه نهایی لوزر برکت به پایان میرسه و اسیر واقعا ترکیب هایی که ای جیوی برداشت شد وگه نگ... نه به ای جیوی واقعا ترکیب های خیلی بهتر بود نسبت به یه نفت و دو هفت کوچینگ بهتری داشت مشخص بود که ترکیب هایی که برداشت شده یه نفت کاملا برنامه ریزی شده بود و میدونست بخواد یه نفت دفت چی برداره خب بچه من میرم تو کار اه چیز پیلن دو اجرایی و براتون محچاب های فینال رو میگم به سه برامون رکورد بکنه بعد حالا از سریق یه چیزی برام بفرسته احتمال کیفیت بیاد پایین تر میخواد تو نمیتونی ده هشتاد برام بفرسته احتمالا هفتاد و برام بفرسته کیفیت هفتاد و پی و به هر حال دوستان ما قراره که فینال رو هم ببینیم از سری برم تو کارش بله دوستان عزیز الان نیم ساعت گذشته و مسابقات فینال بین توریست و یانگ یا همون رایلی معروف بچه داره انجام میشه کمتر کسی قبل از اینکه این, این تورنمنت بخواد شروع بشه انتظار شده داشت که آقا کسی مثل توریست یا کسی مثل حتی رایلی بتونه برسه به فینال با وجود محمد لایت موگی ایان 77 نمیدونم خدایان کلش رویال اون همه پلیر بچه بازی میکردن ببینید کیا فینالیست شدن شما باورتون میشه بچه هم فینال مسابقات کالالاس داره بین این دوتا برگزار میشه واقعا باورش کاملا برای من سخت و دشواره دوستان این ویدیو رو من دارم از در واقع فرنلیست سیمه ژاپنی براتون میگیرم و برام خواهش ازش خواهش کردم که برام این دوتا مچاپ رو بگیره در واقع فینال دیگه برام بگیره و خیلی ممنونیم ازش که برام این کار انجام داد از توییتر برام فرستادین مچاب ها رو و واقعا اتفاق فوق العاده که میتونیم فینال این مسابقات رو با هم دیگه ببینیم که مشاهده میکنیم ترکیب ها خب توی مچاب اول که داریم الان نگاه میکنیم رایدی یک سرگردن توی ترکیب ها مثل اینکه جلوه توی ترکیب ها تو بخش ترکیب ها واقعا یه سرگردن جلوتر از توریسه توریسی که واقعا استحقاقش رو داشت پلیرهاییو رو حذف کرد که باورش برامون سخته واقعا همون اول کاری دیدیم دیگه من براتون لایناپ اپ کاملش رو براتون گذاشتم توی آپر براکت که هنوز نباختن هیچ کدوم از این پلیرها و ارزم به خدمت گرامی شما واقعا مچاپای خفن واقعا مچاپای عرفه این موضوع رو بهتون توضیح بدم که توی مچاب قبلی که این هفت و دو هفت ای جی وی باخ ای جی وی اومد بالا اومد بالا درسته ولی بذارید کامل بهتون توضیح بدم ولی به چیز خورد به بگید اسمشو به توریست خوردش و توریست تونست ای جی وی رو شکست بده چون فکر میکنن توریست قبل از این مچاب یه دونه مچ دیگه با آ... یانگ یا همون رایلی معروف داشته که باخته احتمال میدم چون من کامل ندیدم این مسابقات رو خب به اول هم تو که مشاهده کردید به نفع در واقع یانگ تموم شد همون رایلی معروف و بعد ادامه رو با من همراه باشیم ببینیم چی میشه بچه ها فینال مسابقات کالالاسکا یکی از بهترین مسابقاتی که در سال 2024 همراه من باشید خیلی خوب عزیزان دل بعد بعدی رو همراه من باشید تو مسابقات فینال که رایلی یک بر صرف جلو از توریست بعد ببینیم که توریس میتونه کامبک بزنه یا خیر یا رایدی قراره که یه تنه با بدون باخ بچه خیلی عجیب بود برای من رایدی هیچ باختی نداشت بدون باخ بتونه فینال رو قهرمان بشه یا قراره که اتفاق دیگه بیفته بعد تا انتهای این ویدیو و این مطلب همراه من باشید تا مطمئن بشیم راجع به این موضوع جاینت ترکیب توریس بچه ها که نمیدونم با وجود در واقع فردا دیگه که میخواد سیزن روی بشه دوباره این ترکیب ها خواهند بود یا خیر یا متای جدید رو میخوایم ببینیم برحال و با شروع سیزن جدید هم براتون ویدیو خاص خودش رو براتون میگیرم که بهترین ترکیبش رو بهتون معرفی بکنم همین که بهتون میگم آیا این ترکیب جاینت الان نمیشه الان نمیشه گفت موقعی که خواستم در واقع سیزن شروع بکنم سیزن جدید شروع بکنم تو ویدیوها بهتون میگم که این ترکیب جاینت قرار بازم توی متامون باقی بمونه یا خیر ولی من احتمال 80 90 درصد میگم که به این قدرت دیگه به هیچ عنوان نخواهد بود متاهای جدیدی تو ذهن منه که الان زوده بخوام بهتون بگم حالا دو سه روز دیگه یکی دو روز دیگه بهتون میگم که متای جدید بین چه ترکیبهایی قرار تقسیم بشه 27 نفر به صورت لایو دارن این بازی رو مشاهده میکنند و باید ببینیم که چه اتفاقی میافته توی این مچ فوقالعاده که تاور رو بسیار عالی و استثنایی تونسته بگیره از رایدی واقعا ترکیب توریس خیلی خوبه تو این بازی واقعا باید قبول داشته باشیم نایت ایوو به همراه گارد ها رایدر ببینیم چی میشه اینجا نه با وجود بولر و با وجود این همه کارت امکان نداره برسه به تابر اونجوری که باید و شاید تو گرایدر رو وای خودکشی کرد تا به تابر برسه نمیدونم چرا داره با این ترکیب بازی میکنه رایلی به عنوان فینال ترکیب عجیبی برداشته داره بازی میکنه توریس بعد میدونید دیگه یکی از بهترین پلیرهای های پیکاپ ریج اسپمه که رنکی که دنیا رو با پیکاپ ریج اسپم زده که سمت راست داره تلاشش رو انجام میده خوب اومد خیلی خوب اومد و تمام مچاب به دوم به نفع رایلی تمام نشد این نفعه و با توریست تونست بازی رو ببرد دوستان یکی یک شدیم الان یه فینال خیلی خفن قرار توی مچه با قرب هم دیگه مشاهده بکنیم کنیم رایلی قهرمان میشه یا توریس پنج دقیقه دیگه متوجه میشیم خیلی خوب دوستان عزیز من چپ آخر تو این مسابقات تو این تورنمنت فوق العاده که دو سه روز همراهش بودیم این پارت سوم این مسابقات دوستان پارت اول توی روز اول بود پارت دوم چند روز گذشته براتون گذاشتم که اونم روز دوم بود و اینجا دیگه روز آخر توی پارت دیگه نهایی و فینال مسابقات همراه شما هستم که واقعا سطح مسابقات فراتر از اون چیزی بودش که انتظار میرفت و فوق العاده بود یه ویدیو و یه تورنمنت بی رو با هم دیگه داشتیم دنیسیتو میگم دنیسیتو این ترکیب دنیسیتو تو, تو میخواد برگرده این چند میگم دنیسیتو توریس بچه واقعا شانس خوبی داره تو این مچ مشاهده میکنیم ترکیبش به نظرم جوری باشه که بتونه یانگ یا همون رایلی معروف رو شکست بده ولی خب مطمئن نیستم اوکی. فایر کرکر از سمت چپ ببینیم چه اتفاقی میفته تابر افتاد تابر مثل اینکه افتاد تابر افتاد بهتون گفتم شانس پیروزی توریس واقعا خوبه تو این بازی تو این مچ لکتورو جاینت از سمت راست زده میشه با وجود این همه کارت خفن برای دفاع واقعا شانس مناسبی نداره توی این بازی رایلی و فکر میکنم قهرمان این مسابقات باید دیگه توریست بشناسیم و اگه اتفاق خواستید نیفته واقعا جی تورنیدو کنون Okay. چه ترکیبی داره بچه ها توریس فوقلاده است واقعا فوقلاده است تورنادو و دیگه تمومه کار دیگه تموم به نظر میاد okay. چه دمیجی وارد شد او مای گاد دوستان داره کامبک میشه این مچ داره کامبک میشه باور نکردنیه سب کنید دوستان مثل این که داریم کامبک مشاهده میکنیم او oh مای گاد چه دمه ایچی بارد شده وا ویلا وا ویلا دوستان یه سی باور نکردنی توسط رایلی دوستان باورم نمیشه بازی داره کامبک میخوره کنون فایربال از توریز یه فینال فوقلاده او oh مای گاد یه دونه دیگه بچه ها بزنه رایلی کار واقعا دیگه تمومه او مای گاد دوستان اینجا رو نگاه بکنید او مای گاد او مای گاد سی و هشت وای باورم نمیشه باورم نمیشه چی دارم میبینم باورم نمیشه چی دارم میبینم دوستان یه فینال فوق العاده عجیب یه فینال جذاب یه فینال استثنایی که هیچ کس فکرش نمیکردیم این مچ رو بخواد رایلی ببره یعنی واقعا همه چیز داشت به نفع توریست پیش میرفت ولی واقعا دیگه عجیب غریب ترین مچ رو امروز رو دیدیم توی این تورنمنت عجیب غریب ترین مچ بود بچه ها. امیدوارم که لذت ببرید بچه رایدی به هر شکلی که بود قهرمان این مسابقات شد و واقعا این سی ثانیه آخر انفجاری ترین سی ثانیه واقعا یکی از مچاپایی بود که من دیدم تو این چند سال فعلا تا ویدیوهای آینده